کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. روزگاران ایران، جلد نخست. تاریخ 2500 ساله ایران از هنگام پیدایش هخامنشیان تا انقراض دودمان ساسانیان و ظهور اسلام. تألیف محقق و پژوهشگر عالی قدر دکتر عبدالحسین زرینکوب، استاد ادب و تاریخ ایران. البته تکامل دوستی او موجب وقوع تحولی در صنایع ظریفه و در رواج موسیقی و معماری شد، اما نفایس خزانه و تجمل دربارش نتوانه سلطنت او را از مهلکه سقوط که بدان محکوم بود در امان نگه دارد و پیروزی هایش تقریبا بی حاصل و ضایع ماند. ضعف نفس را ظاهرا بیش از شرارت ذاتی باید مسئول خشونت های او شمرد. غرور و لجاج فوق العاده اش هم که در برخورد با نوجبا و حتی در برخورد با سفرای خارج ظاهر می شد، نقابی بر همین ضعف نفس او بود که علاقه به عشرت و تجمل منشأ آن محسوب می شد. سعی در جمع آوری اموال و غنایم هم که خزینه شاه را به خرج کیسه فقیران و محتاجان می انباشت، هوس بی بنیادی بود که از همین ضعف نفس و سعی در حفظ قدرت ناشی می شد. سقوط حقارت آمیز او پاداش شایسته ای برای غرور سفیهانش بود که شکوه و جلال ظاهریش نمی توانست آن را از انظار مستور بدارد. قباد دوم معروف به شیرویه چند روزی قبل از کشته شدن پدرش خسرو به تخت نشست. سلطنت او به یک سال هم نکشید و با قتل تمام برادران و برادرزادگانش آغاز شد. جنایتی که خواهرانش پوراندوخت و آزرمیدوخت را که خود از این حکم در امان مانده بودند به ملامت و اعتراض واداشت. بعد از جلوس اولین کار عمدهش فتح باب مذاکرات برای صلح با بیزانس بود. در نامه ای که برای اعلام سلطنت خیش به هرکلیوس نوشت، او را برادر و رحیم ترین فرمانروا خواند و آمادگی خود را برای صلح اظهار نمود. رسولی هم از معتمدان خیش برای ابراز علایق دوستانه و مذاکره برای شرایط صلح با این نامه نزد امپراتور فرستاد. هرکلیوس فرستاده را اکرام کرد،
نامه قباد را پاسخ مساعد داد و شرایط صلح را هم منصفانه و مبنی بر بازگشت به وضع قبل از جنگ اعلام کرد. نماینده ای هم برای تنظیم معاهده همراه وی به ایران روانه کرد. معهازا چون ادامه هرج و مرج را در ایران به سود و مصلحت بیزانس می دید، در قرار صلح به متارکه ای اکتفا کرد. برای امضای عهدنامه نهایی صلح هم عجله ای نشان نداد. متارکه بازگشت قوای طرفین را هم به مواضع قبل از جنگ الزام می کرد و این امری بود که هرچند سربازان از یار و دیار دور مانده در قبولش آمادگی نشان دادند، سرداران و صاحب منصبان سپاه که برای نیل به فتوحات درخشان خیش متحمل سختی و جانفشانی شده بودند آن را با علاقه استقبال نکردند. با آنکه بازگشت سپاهیان مستقر در جبهه های دور به داخل ایران در نزد مردم با شوق و علاقه مواجه شد، شهر براز و کسانی از فرماندهان سپاه که با این قرار حاصل فتوحات خود را برباد رفته می دیدند، در اجرای جزئیات این متارکه علاقه ای نشان ندادند. شیرویه از صاحب منصبان ارتش دلجویی کرد و کسانی از آنها را که به سبب خشم و خشونت خسرو معزول یا محبوس شده بودند به مناسب و مراتب خود بازگردانید. 3 سال مالیات رعایا را بخشود، زندانیان پدر را آزاد کرد و کسانی را که در مدت جنگ یا در طول مدت سلطنت پدرش معروض اجحاف شده بودند مورد استمالت قرار داد. اما سلطنت او طولی نکشید و قبل از آنکه تمام اراضی اشغالی ایران در مصر و سوریه و فلسطین به روم بازگردد، حیات وی پایان یافت. تا اون کشنده ای که ظاهرن همراه بازگشت جنگجویان قربت کشیده سالها از یار و دیار دور مانده در ایران شایع شد و تلفات بسیار به بار آورد، به عمر وی نیز خاتمه داد. سپتامبر 628 با مرگ او سلطنت به پسرش اردشیر رسید که اردشیر سوم محسوب می شد و هنگام جلوس حد اکثر 7 سال داشت. نیابت سلطنت هم به یک تن از نوجبا نامش مه آذر گشنسب داده شد که در دربار رتبه خانسالاری داشت. با آنکه در تیسفون مه آذر گشنسب تدبیر ملک را چنان که باید استوار کرد و به قول طبری به خردسالی پادشاه توجه نکرد، قدرت دربار تیسفون از محدوده پایتخت تجاوز نمی کرد و طوایف خزر در تاخت و تازهایی که در نواحی اران کردند مواجه با مقاومتی نشدند. در خاندان ساسانیان که به علت برادرکشی شیرویه از مردان لایق خالی مانده بود، برای سلطنت جز ادادی زن و کودک نمانده بود و اینکه نوجبا و سرداران در چنین احوال به فکر تصرف تاج و تخت بیفتند قرابتی نداشت. در این میان شهر براز که مرزبان ولایات غربی ایران و مقیم سرحدهای روم بود، به این بهانه که در انتخاب اردشیر خردسال با وی مشورت نکرده بودند، از اظهار اطاعت نسبت به پادشاه جدید ترفرو پیچید و در دنبال توافقی پنهانی که با هرقلیوس کرد با لشکری که داشت روی به تختگاه نهاد. تیسفون را بی هیچ دشواری گرفت، شاه خردسال و نایب السلطنه‌اش را کشت، عده‌ای از بزرگان را که مخالف سلطنتش بودند به قتل آورد و خود را پادشاه خواند. آوریل 630. با آنکه بزرگان را نیز به اجبار و الزام به تأیید سلطنت خیش وادار کرد، خشونت طبعش هوادارانش را هم تدریجا از او مایوس کرد. مدت سلطنت او حتی به 2 ماه نکشید، اما در همین مدت تخلیه کامل مصر و سوریه از قوای ایران که وی وعده اتمام آن را به امپراتور داده بود انجام شد. بدین گونه فتح سوریه و مصر که به وسیله خود او انجام یافت، هم به دست خود او ضایع و بی حاصل گشت. قصاوت او در قتل اردشیر نیز عده‌ای از نوجبا را بر ضد وی برانگیخت. بالاخره در داخل بارگاه پس فرخ یا پس فرخ از اهل استخ به همراهی 2 برادر خیش او را کشت. جوان 630. قاتلان که به قول طبری بسیاری از بزرگان هم آنها را در این کار یاری کرده بودند، ریسمانی به پای او بستند و جسد او را به خاری در شهر به خاک کشیدند تا عبرت کسانی باشد که اندیشه شورش و طغیان را به خاطر راه دهند. پس فرخ و متحدانش کسانی را هم که در کشتن اردشیر یا در روی کار آمدن شهر براز کمک کرده بودند به قتل آوردند.
خاطره سلطنت 40 روزه شهر براز در اذهان نوجوا همچون خاطره یک جنایت و یک پلیدکاری باقی ماند. اینکه بعدها در ضمن روایات منقول از آنها گفته شد که این سردار در همان آغاز جلوس بر تخت به بیماری اسهال دچار شد و چون نتوانست به آبریزگاه برود تشت خواست و هم در درگاه بر تشت نشست، در واقع خواستن مدت سلطنت او را به کنایه همچون یک پلیدی و یک پلیدکاری شرم انگیز تصویر نمایند. بعد از او بوراندخت دختر خسرو پرویز را به سلطنت نشاندند، اولین زن که در ایران به عنوان پادشاه به طور رسمی و مستقل بر تخت نشست. وی زمام امورا که در دست پست فرخ بود هم به او واگذاشت و او را به وزارت خیش برگزید. یک جاسلیق نستوری را هم نزد هرکلیوس فرستاد و مذاکرات مربوط به صلح را که در عهد شیرویا ناتمام مانده بود دنبال کرد. استرداد صلیب عیسی که اعاده آن به اورشلیم برای عیسویان منشأ یک ایده دینی شد، قبل از این عهد و ظاهراً در زمان اردشیر خردسال سپتامبر 629 صورت گرفته بود. معهذا جاسلیق نستوری که بوران نزد امپراتور فرستاد، مذاکراتش ظاهراً به نحوی مربوط به همین صلیب مقدس قم بود. ملک بوران کوشید با رفع اختلافات نوجبا سلطنت را از تهدید سقوط و فنا نجات دهد، اما در این کار توفیقی نیافت و بعد از یک سال و چند ماه استعفا کرد. گویند بعد از استعفا تا سالها زنده ماند و قولی هم هست که در همان ایام بعد از استعفا به هلاکت رسید، سپتامبر 631. شهرت حکمت و دانش که درباره او نقل کرده اند هرچند شاید بی اصل هم نباشد، نقل آن ظاهراً مبنی بر این قصد بوده است که خفل و وهنی را که در انتخاب یک زن به مقام سلطنت به نظر می رسیده است بپوشانند. بعد از بوران شاهزاده ای به نام پیروز دوم را بر تخت نشاندند، اما سلطنتش چند ماه بیش طول نکشید و اختلافات نوجبا که نتوانستند در قبول فرمانروایی او با هم کنار بیایند او را برکنار کرد. نام او را به صورت گشنسب بندگ هم یاد کرده اند. در باب سلسله نسب او هم اقوال گونه گون نقل کرده اند و گفتند از خیشاوندان دور پرویز بود. آزرمیدخت که بعد از او به تخت نشست مثل خواهرش بوران از عهده رفع اختلافات نوجبا بر نیامد. سلطنت او هم کوتاه بود و با این حال علاقه ای به ایجاد آتشکده ها و تعمیر کاخهای ناتمام نشان داد. از جمله قصری که او ظاهراً بنای ناتمام آن را به پایان برد، تا قرنها بعد ویرانه های آن در نزدیک همدان باقی بود. آزرمیدخت که لاف و غرور و حیله را از پدر به ارث برده بود، در هنگام جلوس بزرگان را تهدید کرد و به طاعت خواند و سلطنت پدر را سرمشق فرمانروایی خیش اعلام کرد. اما نوجبا تهدید او را جدی تلقی نکردند و حتی یک تن از آنها، فرخ فرمزد و به قولی فرخزاد پسر بندوان که اسپهبد خراسان بود از او خواستگاری کرد و وعده دیدار خواست. ملکه به او وعده دیدار داد، فرمانده جانداران خیش را هم پنهانی به قتل وی فرمان داد. اسپهبد شبانه و به هنگام ورود در کاخ سلطنت کشته شد و چند روز بعد پسرش رستم که از جانب پدر در خراسان بود چون این خبر بشنید با سپاه خیش روی به تیزفون نهاد، ملک را توقیف کرد، در چشمهایش میل کشید و به قولی او را به نوشیدن زهر واداشت. با برکناری آزرمیدخت قدرت واقعی به دست رستم فرخ خرمزد یا رستم فرخزاد افتاد و او هر چندگاه با مشورت بزرگان شاهزادی از اعقاب دور یا نزدیک خسرو را به تخت می نشاند و باز به الزام آنها برکنار می کرد. اختلاف بزرگان که از پایان عهد خسرو پرویز شدت گرفت، تخت سلطنت را به شدت عرضه تزلزل ساخت، چون که در مدت 4 سال بعد از خسرو 628 الی 632 در تیزفون روی هم رفته بیش از 10 تن پادشاه بر تخت نشست و عده‌ای مدعی هم در بلاد دیگر خاصه در خراسان پیدا شد. بالاخره نوبت به یزدگرد شهریار رسید که پسر شهریار و نواده خسرو پرویز بود. وی که از کشتار شیرویه جان به در برده بود، پنهانی در استخر میزیست و هنگام جلوس هنوز کودکی نابالغ بود. از این رو از سلطنت جز نامی نداشت. زمام امور در دست رستم بود
که با مشورت بزرگان کار می کرد و انتخاب یزدگرد هم که یزدگرد سوم محسوب می شد با توافق بین او و اکثریت بزرگان صورت گرفته بود. سلطنت یزدگرد جوان هم که خود بازیچه دست بزرگان بود، البته با مخالفت مدعیان مواجه شد که هم در آذربایجان و هم در خراسان با او به معارضه بخواستند و بعضی از آنها به نام خود سکه هم زدند. معارضان خود آلت دست نوجبای ولایات یا مرکز بودند و سلطنت یزدگرد نیز که آنها با آن به معارضه بخواسته بودند، مثل سلطنت خود آنها مبنی بر توافق نوجبای تیسفون بود. با آنکه سلطنت به اسم او بود، قدرت واقعی در دست رستم و متحدانش بود که سرانجام بر سلطنت این کودک نابالغ توافق پیدا کرده بودند. به هر حال سلطنت یزدگرد سوم در مقایسه با سلطنت پدرانش به قول طبری همچون خواب و خیالی بود از واقعیت خالی. یزدگرد سوم در دومین سال سلطنت خیش در مرزهای غربی و مجاور تختگاه خیش با تهدید اعراب تاخت و تاز سرکرده های قبایل درگیری پیدا کرد که این بار محرک آنها نشر آیین تازه‌ای به نام اسلام در بین اقوام مجاور بود. تا آن زمان 25 سالی از پیدایش اسلام در سرزمین اعراب می گذشت و تیسفون هنوز تقریبا چیزی در این باب نشنیده بود یا جدی نگرفته بود. در واقع مقارن سالهایی که بین سقوط خسرو پرویز و جلوس یزدگرد گذشت، اسلام به عنوان یک قدرت قابل ملاحظه در حوادث عصر مطرح شده بود و با طلوع آن تعادل قدرت‌ها در دنیای عصر به هم خورده بود. این قدرت که در سرزمین حجاز در حاشیه غربی جزیره العرب، در مکه و سپس در مدینه ظهور کرد و در مدت 23 سالی که پایان آن مقارن جلوس یزدگرد 632 بود بالا گرفت، آیین الهی تازه‌ای مبنی بر تلقی وحی نبوت بود که شارع و بنیادگذار آن محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، پیامبر مکی مدنی هاشمی قرشی عربی، آن را به عنوان آخرین دین الهی عرضه و حتی پادشاهان عصر از جمله خسرو پرویز را با ارسال نامه و پیام به متابعت آن دعوت کرده بود. با آنکه خسرو پرویز این دعوت را با خشونت و غرور رد کرده بود، دعوت در این ایام به صورت تهدید سلطنت نواده و فرمانروایی خانواده 400 ساله او را با خطر فنا مواجه ساخته بود. رسول خدا زوال ملک او و پیروزی اسلام را بر قلمرو او و حریف رومی او به پیروان خیش وعده داده بود و اینک خلیفه رسول با تجهیز اعراب مسلمان ایران را از جانب هیره و روم را از جانب سوریه معروض خطر کرده بودند. در این ایام که ابوبکر در مدینه به عنوان خلیفه رسول الله امارت مؤمنان وی را داشت، سردار او خالد ابن ولید هیره را فتح کرده بود 633 و اعراب او چندی بعد در تحت فرمان ابو عبیده در جنگی به نام جسر از یک دست از سپاه ایران شکست خورده بودند 634. بالاخره به تشویق عمر ابن خطاب دومی خلیفه بعد از رسول، سپاه قابل ملاحظه ای از اعراب تحت فرمان سعد ابن ابی وقاص آماده جنگ ایران بود. ایرانیان تا آن زمان هرگز وجود اعراب را به عنوان نیروی قابل ملاحظه تلقی نکرده بودند. قبل از جلوس یزدگرد هم وقتی شهر براز از تاخت و تاز اعراب در نواحی مرزی آگهی یافته بود، از روی خارداشت و کوچک شماری خوچبانان اطراف تیسفون را به دفع آنها فرستاده بود. این بار سپاه خلیفه در قادسیه نزدیک هیره فرود آمد و در اطراف بنای غارت و تاخت و تاز گذاشت. رستم هم که سردار بزرگ ایران و نایب السلطنه یزدگرد محسوب می شد، بعد از تعلل بسیار که ناشی از بی‌اعتنایی به تهدید اعراب بود، از تیسفون بیرون آمد و با سپاه خیش در آن سوی قادسیه در محلی موسوم به دیرالاعور اردو زد. اما در شروع جنگ و دفع دشمن عجله‌ای نشان نداد. در طی چند ماه بین طرفین مذاکره در جریان بود. نماینده خلیفه شرط قبول اسلام یا پرداخت جزیه را پیشنهاد می‌کرد و رستم مایل بود با پرداخت مبلغی قوم را از نواحی سرحدی دور کند. بالاخره مذاکره به جایی نرسید و بعد از چندی ماه تأخیر و تعلل بین طرفین جنگی در گرفت که 3 روز طول کشید و در پایان آن رستم کشته شد 637.
و غنایم بسیار با درفش جواهر نشان ایران که درفش کاویان خوانده می شد به دست اعراب افتاد. در این هنگام از تاریخ مدینه مسلمین تاریخ هجرت رسول خدا 16 سال می گذشت و سلطنت ساسانیان 411 سال پرماجرا را پشت سر گذاشته بود. در دنبال فتح قادسیه تیزفون با وجود مقاومت طولانی به دست اعراب افتاد و یزدگرد از آنجا به داخل فلات عقب نشینی کرد و اعراب به تعقیب وی پرداختند. در جلولا نزدیک خان قینه امروز هم بین فریقین تلاقی روی داد و جنگی سخت جریان یافت. اما این جنگ نیز تلفات بسیار برای ایران و غنایم و اسرای بسیار برای اعراب همراه داشت. یزدگرد که از جلوی سپاه مهاجم می گریخت یک بار دیگر در نهاوند در جنوب همدان به مقابله با اعراب پرداخت، اما این بار نیز جنگ به پیروزی دشمن انجامید و اعراب این پیروزی را فتح الفتوح خواندند 642، چرا که بعد از آن دیگر اعراب با مقاومت عمده‌ای مواجه نشدند و اگر شدند با نیروهای محلی بود. یزدگرد که از آن پس دیگر هرگز فرصتی برای مقابله با اعراب نیافت، با حرمسرا و دربار پرخرج خود به نواحی دور افتاده کشور گریخت و هیچ جا مجال قرار نیافت. بالاخره بعد از 10 سال سرگردانی، در حالی که موکب پرجلال خود را با 4000 زن و کودک و پیر و جوان همراه داشت، در حوالی مرز تنها و با خاری و ناامیدی به دست آسیابانی که در لباس فاخر او طمع کرده بود کشته شد 653. ماهوی سوری مرزبان مرو که موجب فرار او در بیابانهای اطراف و قتل او به دست آسیابان شده بود با اعراب کنار آمد، اما نام خدات کشان بر اعقاب او باقی ماند. با مرگ یزدگرد سلسله ساسانیان و حکومت شاهنشاهی ایران باستان به پایان رسید. در این هنگام از تاریخ هجرت که مبدا تاریخ مسلمانان بود 31 سال بیش نمی گذشت و یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی 34 سال و به قولی فقط 28 سال داشت. درست است که تاریخ در تمام طول سلطنت اسمی اما 20 ساله 632 الی 53 او هیچ جنایت بزرگی را به نام او ثبت نکرد، اما هیچ جلادتی را هم از او نشان نداد. این آخرین پادشاه ایران باستانی هرگز در هیچ جنگی به تن خیش درگیر نشد، در هیچ مورد هم حتی هنگام التجا به آسیابان مرو لباس مجلل و جواهر نشان سلطنت را از تن دور نکرد، اما تاریخ نشان داد که این لباس به اندام او نبود. معهذا سال جلوس او 632 بدان سبب که بعد از او هیچ پادشاه دیگری بر تخت فرمانروایی ساسانیان جلوس نکرد، برای تعدادی از ایرانیان بر وفق یک رسم دیرینه قوم مبدا تاریخ ماند، تاریخ یزدگردی. اما ایران که بعد از او نیز همچنان پایدار ماند و فقط آیین خود را عوض کرد، از آن پس تاریخ هجرت را به کار برد که جلوس یزدگرد در سال 11 آن بود. سقوط امپراتوری 400 ساله ساسانیان به نیروی یک تئوکراسی نوخاسته که 40 سال بیش از تأسیس آن نگذشته بود، در دنیای عصر چنان خلاف انتظار به نظر می رسید که قبولش برای اصحان مستلزم قبول یک معجزه واقعی بود. اما موجب این سقوط تا حدی نیز هماهنگی و همسازی مجموع اسبابی بود که لااقل از یک قرن قبل از وقوع امپراتوری را تدریجا به سوی این سرنوشت می برد و انقراض اجتناب ناپذیر آن را الزام می کرد. در این یک قرن که مدت بین جلوس خسرو اول و جلوس یزدگرد سوم را شامل می شد، تقریبا به طور مستمر و فقط با وقفه های کوتاه ایران با بیزانس جنگیده بود و در طی این جنگ ها که حاصل آن همواره بازگشت به وضع سابق بود، همواره چیزی از نیروی مادی، نیروی انسانی و نیروی امید خود را از دست داده بود. نهضت مزدک و سرکوبی شدید آن جامعه ایرانی را هم نسبت به موبدان و هم نسبت به طبقات نوجبا کینه‌توز و بدگمان و ناخرسند کرده بود. تولید کشاورزی به خاطر استمرار جنگ ها و داد و ستد بازرگانی به علت ناامنی راه ها هر روز نقصان یافته بود. توسعه شهرها که نقل و انتقال دایم سپاه
آن را الزام می کرد معیشت دهقانان و نجبای زمیندار را تدریجاً دشوار کرده بود و الزام روستاییان و پیشوران به خدمات نظامی، کشاورزی و صنعت را از توسعه و تولید باز داشته بود. اختلاف مراتب در طبقات استعدادهای آفریننده را از فعالیت و گسترش مانع آمده بود و سنگینی بار جزیه و خراج که طبقات ممتاز از پرداخت آن معاف بودند، طبقات عامه را از پا درآورده بود. قدرت سلطنت به جهت مداخلات مستمر سرداران و ارتشتاران در امور غیر نظامی تنزل پیدا کرده بود و فساد پنهان مقامات آتشگاه به سبب استمرار فریبکاری هایی که لازمه ی دخالت آنها در امور مربوط به حکومت بود آشکار شده بود. تفاوتی که در بین قول و عمل در نزد موبدان و هیربدان وجود داشت، اعتماد عامه را نسبت به آنها متزلزل کرده بود. تبلیغ اقلیت‌های دینی و آنچه نزد موبدان بدکیشی تلقی می‌شد، در اعتقاد عامه نسبت به آیین زرتشتی تردید و تأمل به وجود آورده بود. و با چنین احوال که اسباب سقوط و از هم پاشیدگی امپراتوری را فراهم ساخته بود، بقا و دوام دستگاه قدرت بیشتر از سقوط و اضمحلال آن به معجزه احتیاج داشت. خاصه که شور و هیجان مهاجمان هم در نشر عقیدت و تأمین معیشت خیش عامل عمده پیروزی آنها بود و برای مقابله با آن همان اندازه شور و هیجان لازم بود، چیزی که در مدافعان رژیم در دنبال سالها راحت طلبی و مسئولیت گریزی اشرافی دیگر وجود نداشت. طبقات عامه هم به دفاع از آنچه مسئولیت گریزی اشرافی آن را از دست می داد علاقه قلبی نداشت. با این همه سقوط دنیای اشراف ساسانی نیروی حیاتی ایران را از بین نبرد. روح ایرانی در زبان، در سنت و در تاریخ وی باقی ماند، مقاومت کرد و در طی دو قرن کشمکش آنچه را به خود او تعلق داشت و ویژه امپراتوری محکوم به سقوطش نبود با سرسختی حفظ کرد. سرانجام ققنوس دوباره از میان خاکسترهایی که آتش آن خاموش شده بود سر برآورد. فقط یک خاموشی طولانی که ناگزیر بود بین حیات تازه‌اش با آنچه به گذشته او تعلق داشت فاصله انداخت. آنچه به گذشته‌اش تعلق داشت شور و غرور یک جوانی طولانی بود، آکنده از قهرمانی‌های بزرگ و در این حال سرشار از گمراهی های بزرگ. نه آیا دوران جوانی لغزش های بزرگ را هم در پی پیروزی های بزرگ به دنبال دارد؟ محازا یاد آن روزگاران شاد و پرجوش و خروش جوانی که سبکسری ها و دیوانگی هایش نیروی انسان را تباه می کند همواره مایه دلنوازی است. کیست که آن روزگاران از دست رفته جوانی خود را با شوق و حسرت یاد نکند؟ روزگاران قهرمانی های بزرگ، خطاهای بزرگ و لذت های بزرگ را که تا چشم باز کردی گذشت. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. صفحه 249، 11، افول یک عصر درخشان. ایران ساسانیان پیش از آن که در دنبال شکست جلولا و نهاوند در عقده یک افول بی امید افتد، یک چند در تیزفون با نور خیره کننده ای درخشید در فضای یک دوران نهضت تجدید حیات دانش و هنر که دوام آن کوتاه بود و در مراحل ابتدایی متوقف ماند و به ابداع آنچه می بایست نتایج این دوران تجدید حیات تلقی گردد موفق نشد. این نهضت شاید از عهد قباد یا کواس پدر خسرو انوشروان آغاز شد و لااقل تا اواخر عهد خسرو هرمزان پرویز هم ادامه داشت، اما اوج کمال آن در عهد انوشروان واقع شد که در عهد او تیزفون تختگاه ساسانیان در مجموعه هفت شهری که ما حوزه ملکا و بعدها مداین ملکی خوانده شدند تختگاه فرهنگ و هنر شرق محسوب می شد و جلال و شکوه آن در تمام دنیای عصر زبان زد بود. از بسیاری جهات این نهضت زودرس با آنچه قرنها بعد در ایتالیا میراث خار روم سابق روی داد و در نزد مورخان تجدید ولادت دانش و هنر رنسانس خوانده شد شباهت داشت و از لحاظ تاریخ قرن‌های دراز پیش رو و پیشاهنگ آن بود. با آنکه این دوران را که در واقع قرن شکوفایی حاصل عهد ساسانیان بود به مناسبت تعلق بخش عمده آن
به عهد خسرو باید قرن خسرو خواند، اگر هم آن را عهد رنسانس ایران باستانی بخوانند رواست. دوران خسرو انوشروان و نوادش خسرو پرویز به رغم عیب‌هایی که با فرمانروایی مستبدانه آنها همراه بود، به توالی و ترتیب دوران ایجاد بناهای عظیم، روزگار تأسیس مدارس عالی، اوان نقل و ترجمه کتاب‌های یونانی و هندی به پهلوی، زمان تشکیل مجامع بحث آلمانه در فلسفه و ادیان، دوران تدوین کتاب‌ها و حماسه‌های ایرانی، روزگاران رواج شعر و موسیقی و دوران گرایش به تجمل و تنعم و التزاز از لطایف زندگی این جهانی بود. کنجکاوی درباره مسائل مربوط به الهیات و ادیان هم به صورت یک دغدغه فلسفی لازمه این گرایش به خوشباشی و دنیا دوستی بود. این دغدغه سمج و غالباً اجتناب ناپذیر در باب بازویه طبیب بر مقدمه ترجمه او از کلیله و دمنه که به رغم آنچه از فهوای قول ابو ریحان بیرونی برمی آید، بیشک و به حکم قراین و شواهد بسیار متعلق به همین عصر به نظر می رسد، به نحو بارزی هویدا مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید.